خدا رو شکر و این پرستش عالی. فکر میکنم آسمون باز شده و بقیه ساعت روز ما هم مبارک خواهد بود. آمین. امروز که فکر میکردم به یه آیهی که بارها و بارها خوندیم باش آشنا هستیم، ولی دیدم امروز یه جور خاصی این آیه میچسبه به من و همینجور به تک تک شما. مطمئنم مخصوصا که دو هفته است اونایی که به جلسه برادران و جلسه خواهران وصل بودن، واقعا خیلی این کمبود با هم بودنمون رو احساس میکنیم. نیست من اصلا از صبح یه وجد دیگه ای دارم و یاد این آیه داوود میفتم که تو مزمور 122 میگه شادمان میشدم چون به من میگفتن که با هم وارد خانه خدا بشیم. چقدر زیباست نیست؟ به من میگفتن با هم وارد خانه خدا بشیم. داوودی که پر از جلال، شکوه، هیچ کمبودی نداشت، ولی انفرادی فکر نمی کرد. با هم به من میگفتم، با هم، انگار که هیچ کس نمیتونه انفرادی وارد خانه خدا بشه، حتما باید با هم باشیم، نیست؟ یکی از بزرگان وعظ خداوند، یکی از مردان بزرگ که تعلیم میده اینطور میگه، میگه یکی از بزرگترین گناهان یک ایماندار اینه که جمعی فکر نمیکنه، انفرادی فکر میکنه. یعنی من خودم میتونم کلامو بخونم، با خودم مشارکت داشته باشم بدون کلیسا. یک سلول جدا کن از بدن، به چه روزی میفته؟ یک مرده متحرکه، مرده. و بعد میگه پاهای ما با هم خواهد ایستاد و اندرون دروازه های تو ای اورشلیم، ای کلیسای آلفا و امگا که بنا شده ای مثل شهری به هم پیوسته. آمین. اینجا اورشلیم بود، در عهد جدید کلیساست، سفارتخانه پادشاهی خدا در میان ما و جماعتی که در این سفارتخانه با همدیگه هر هفته جمع میشیم. وقتی در یک مسیر، در یک هدف، در یک پیوستگی و اتحاد با هم جلو میریم، در این مقر پادشاهی و ملکوت خدا چی میشه؟ آسمان به دنیا دیده میشه. کلیسا بطرین آسمانه. آمین. وقتی با همدیگه جمع میشیم، خداوند و پدر، پسر، روح القدس و بدن مبارکش به دنیا به تصویر کشیده میشه. و بعد ادامه میده برای سلامتی کلیسا دعا کنید. و داوود دوباره خودش دعا میکنه، دعا میکنه برای اونایی که کلیسا رو دوست دارن، اونایی که کلیسا رو دوست دارن خجسته حال خواهند شد. سلامتی بر تو باد ای کلیسای آلفا و امگا، رفاهیت بر تو باد. به خاطر برادران و خواهران خودم میگم، به خاطر یهوه که خانه خداست. آمین. عزیزان، بزرگترین هدف و عشق یک ایماندار باید کلیسا و عیسای مسیح خداوند باشه، عیسی و بدن مبارکش. آمین. بیاییم عادت کنیم هر دفعه که باید کلیسا میشیم به همدیگه بگیم سلامتی و بهروزی بر تو باد. الان میتونیم به هم بگیم، به بغل دستید بگی سلامتی بر تو باد، رفاهیت بر تو باد. آمین. میدونیم وقتی این قلب رو داریم اینو انجام میدیم چه آیه معروفی انجام میشه عزیزان؟ متی باب 6 آیه 33 کی باید اینو؟ متی باب 6 آیه 33، لیکن اول پادشاهی و ملکوت خدا رو بطلبین که بقیه برای همه شما اون چیزی که احتیاج دارین مزید خواهد بود. وقتی روی هم سلامتی و رفاهیت رو اعلام کنیم، دست خدا برای نیازهای ما به حرکت خواهد اومد. آمین. چرا اینا رو گفتم در مقدمه؟ عزیزان، چه باور کنین چه نکنین، ما به صورت خدا آفریده شدیم تا بتونیم با او و با همدیگه یک رابطه نزدیک داشته باشیم. وقتی رابطه همون با همدیگه و به خصوص با خدا به هم میخوره، چه احساسی داریم؟ احساس نقص،
احساس کمبود داریم، درسته؟ و لازم میدونیم که دوباره رابطه هامونو با هم چیکار کنیم؟ مرمت کنیم رابطه هامونو، به خصوص با اون خدای زنده با هم مرمت کنیم. آمین. چنین با هم بودنی عزیزان، چنین مشارکتی کاملا حیاتیه و هسته مرکزی زندگی یک ایماندار و یک پیرو حقیقی عیسی مسیحه. باور کنیم یا آمین بگیم. به همین دلیل عزیزان، وقتی قوم اسرائیل در پی اون خروج شگفت انگیزشون از مصر، وقتی بیرون اومدن، خداوند گفت استوب، دو سال کنار کوه سینا اردو زدن، دو سال کنار کوه سینا اردو زدن تا اونجا به صدای خدا گوش بدن، دو سال استراحت، دو سال تعلیم، پرورش، ملاقات رو در رو با خدا و با همدیگه، اجازه نشدن تکان تکان بخورن، دو سال با هم دیگه. حتی خدا تو اون دو سال عزیزان آیین قربانی ها رو داد به قوم که اگه با اون رابطهشون خراب میشه، اگه با هم دیگه رابطهشون خراب میشه، دوباره به وسیله این قربانی ها بتونن این رابطه رو احیا کنن. آمین. با خدا و با هم دیگه وارد یه رابطه عمیق‌تر و زنده‌تر بشن. عزیزان به وسیله این آیین قربانی ها بود که دو سال قوم اسرائیل کینه، نفرت وقتی به سراغشون می آمد، بی تفاوتی، خودکامگی، خودمحوری، تمایلات نفسانی که میاد توی انسان، گناه‌های عمدی، گناه‌های سهوی، به وسیله دادن این قربانی ها همه این مانع‌ها برطرف شه، دوباره به خدا و با همدیگه بپیوندن. آمین. خدا نه فقط آیین قربانی ها رو داد عزیزان، بلکه اعیاد و جشن و شادی های مقدس، محفل های مقدس رو تو اون دو سال امر فرمود که نه فرصتی برای بیبندباری های اخلاقی باشه، بلکه باز هم عزیزان این جشن ها باعث استراحت، تجدید قوا، با هم بودن و به یاد آوردن کارهای عظیم خدا باشه. تا چی بشه؟ تا ما رو به سمت پرستش و شکرگزاری از خدای یکتا به طرف اون هدایت کنه. آمین. و خیلی جالبه عزیزان، از هفت عید خیلی مهمی که در کتاب مقدس بود که 19 روز سال رو در بر میگیره، 5 تا عید عزیزان فرصتی برای پایکوبی، شادی و رقص بود. 2 عید فقط یک حالت جدی و رسمی داشت. چی میخواد خداوند بگه؟ که خدای ما خدای شادی هاست، خدای جشن های مبارکه، خدای استراحته، خدای آرامیه. آمین. و تازه بجز این 5 عید، هر سال که چندین بار جشن و سرور برپا می شد، یکی از شادترین با شکوهترین جشن ها که به طور خاص مورد پسند و دلخواه و شادی خدا بود، عیدی بود که هر 50 سال یک بار برگزار می شد به نام سال یوبیل، سال آرامش، سال استراحت، سال رهایی، سال آزادی، سال عدالت اجتماعی. آمین. و خداوند فرموده بود که این یک فریضه الهیه که در سرتاسر زمین شیپورها و صدای بلند به صدا درآورید و سال یوبیل رو مقدس اعلام کنید، چون سال یوبیل که ریشش در لاویان بار 25 سالی بود. عزیزان خوب گوش کنید، این خیلی به هویت روحانی ما ربط داره. واقعا وقتی فکر میکردم یک دو روز، میگفتم چقدر ما ساده لوحانه از بعضی چیزای عمیق میگذریم. یه همچین عیدی که پر از پیام و فلسفه روحانیه باید 3 روز فقط راجبش سمینار داد، و چقدر آسون میگیم ما میدونیم.
و خدا گفت این یک فریضه الهیه که باید هر سال در شیپورها بنوازید. چون چی میخواد بگه؟ میخواد بگه چشمت روشن، چشمت روشن ای قوم من، سال بخشش، سالی که هر گونه قرضی بخشیده میشه فرا رسید. آمین. سالی که آزادی بردگان تو اون سال مهر زده میشه. برگرداندن اموال مصادره شده خود رو میتونی خودت بچشی و لذتش رو ببری. سالی که در زمین ناعدالتی باید متوقف بشه. حتی توقف کشت و زر در زمین بود. چی میخواد خداوند بگه؟ که بگه خداوند در اون سال حتی برای زمین مقدسش استراحت و خوشی اعلام میکنه. سال یوبیل عزیزان چشم روشنی خاصی داشت. چرا؟ چون اعلان جشن گرفتن تدارک سخاوتمندانه و بلند نظرانه خدا برای قومش بود. در این سال با اعلان سال یوبیل و نواختن در اون شیپورها دیگه هر کسی که اینو میشنید انگار خدا بهش میگفت دیگه عزیزم امسال نمیگی چه کنم چه کنم، چی بخورم، چی بپوشم، قرضمو چی کار کنم، بچه هامو، دخترامو که به کلفتی میره و از بیپولی، پسرام که به غلامی میره چی کار کنم. دیگه نمیترسی از ضایع شدن کشت و زر زمینه، دیگه در درد و رنج باج دادن به زمین خاران مفخور نیستی، دیگه در آه و حسرت نیستی که کی ای خدا به قبیله و سرزمین خودم بر میگردم. چون افراد به خاطر فقر در سرزمین های بیگانه مجبور بودن کار کنن. و در لاویان باب 25 آیه 10 میگه در زمین برای ساکنان آزادی رو اعلام کن، هر کس به قبیله خودش، به ملک خاص خودش برگرده و هیچ کاری نکنه، اما خدا در اون سال تو رو برکت میده. عزیزان سال یوبیل تجربه کردن پادشاهی و حکمرانی ملکوت خدا در بین قوم بود و خصوصیت این ملکوت رو چشیدن. خصوصیت ملکوت خدا چیه؟ پادشاهی، عدالت، سلامتی و خوشی در تدارک سخاوتمندانه خدا. عزیزان اگه به ریشه کلمه یوبیل نگاه کنیم کمی بیشتر معنی این جشن رو میفهمیم. یوبیل یعنی قوچ. قوچ شبیه یه بره چاق و چله‌ای بود که شاخ داشت. پیدایش این قوچ در کتاب پیدایش از باب 22 شروع میشه. هزاران سال قبل عزیزان وقتی که پیرمردی 99 ساله به نام ابراهیم با دستای لرزون با قلبی پر از درد یگانه خود اسحاق رو به فرمان خداوند قرار بود با اعتماد و ایمان و توکل به خدایی که حتی اگه او رو روی مذبح ذبح کنه قادر او رو قیام کنه چاقو روی گلوی یگانه خودش بذاره. وقتی که ابراهیم با این ایمان و توکل کار رو بر گلوی یگانه خودش داد خدا ندا در داد ای ابراهیم دست بر پسر خود دراز نکن، الان فهمیدم که تو از خدا میترسی چون عزیزترین خود رو از من دریغ نداشتی. و خدا قوچی رو به اون نشون داد که شاخهاش توی بوته ها گیر کرده بود. ابراهیم این قوچ بهای آزادی اسحاقه. چقدر کلام قاصر اومده از وضع و حال ابراهیم. این پیرمرد عزیز واقعا وقتی من اینو نگاه میکنم نمیدونستم، یعنی احساس میکردم اون میخنده، اون گریه میکنه، نمیدونی داره چیکار میکنه از شادی. یه چیزی که از دست رفته دوباره به دست آورده، پایکوبی میکنه، زاری میزنه. دیدی یه موقع یه چیزی رو به دست میاریم که غیر قابل تصوره براتون؟
بعد اونجا نمیدونه چیکار کنه. خدای نیست مثل یهوه. این موزه را اسمشو میذارم یهوه یارا، خدایی که تدارک دید برای پسر من، خدایی که بهای آزادی یگانه منو داد، خدایی که با تدارک سخاوتمندانش غم و درد منو به شادی مبدل کرد. عزیزان، بعد از اون شاخ این قوچ تبدیل شد به یه شیپوری. از شاخ این قوچ یک شیپور ساخته شد به نام شیپور یوبیل. کرمای خبر خوش، خبر رهایی، خبر آزادی، خبر تدارک شکوهمند خدای ابراهیم و نوادگان ابراهیم. باور میکنید؟ وقتی شیپور نواخته میشد، این توکل و اعتماد قوم بود به خدا، به یه یهوه یرا که مبنای جشن و سرور شادی سال یوبیل بود. فقط با ایمان میتونستی وارد این شادی و سرور آسمانی بشی که خدا تدارک بیننده است، که خدا به لبهای خودش وعده میده و به دستای خودش عزیزان به عمل میاره. ولی متاسفانه در هیچ کجای کلام نوشته نشد که این سنت نیکو انجام شده باشه، چون هیچ کس باورش نمیشد. هیچ کس باورش نمیشد که کشت و زر نکنه، هیچ کاری نکنه، ولی خدا او رو برکت بده. هیچ کس باورش نمیشد که خدا میخواد امثال باب 10 آیه 22 رو روی قوم به طور خیلی عینی پیاده کنه، که برکت انسانه که خداوند رو دولت، برکت خداست که انسانها رو دولتمند میسازه و هیچ زحمت به بار نمیاره. هیچ کس نتونست این عید عالی رو جشن بگیره و عیسی مسیح خداوند وارد صحنه تاریخ بشریت شد. عیسی مسیح وارد شد و خدمت عمومی خود رو در کرمای وضع خودش چطور به صدا در آورد. شیپور یوبیل خودش رو در اولین تعلیم خودش به صدا در آورد. در کجا؟ لوقا باب 4 آیه 18. روح خداوند بر من است. کدوم خداوند؟ یهوه یایرا. روح خداوند بر من است، زیرا خداوند مرا مست کرده تا فقیران را بشارت دهم، مرا مست کرده تا شکست دلان را شفا بدم، اسیران را به رستگاری و کوبیدگان را به آزادی ندا دهم، تا از سال پسندیده و یوبیل خداوند وعظ کنم. عزیزان، عیسی مسیح خداوند اون یوبیل جاودانی ماست که درهای زندانهای ما را باز کرد، ما را از ظلمت و تاریکی بیرون آورد، بدهی ها و قرض های بیشمار ما را بخشید. با آمدن عیسی مسیح نه 50 سال یک بار، بلکه هر روز این جشن و سرور رو با اعتماد و ایمان به عیسی میتونیم در قلب خودمون فراتر از هر شرایط و باد و طوفان و سختی تجربه کنیم. باور میکنیم؟ پیغام عیسی مسیح، پیغام یوبیل جاودانی بود که وسیله روح القدس در قلب‌های ما، آمین، حرکت میکنه و پیاده میشه. وقتی مسکینان خبر خوشو بشنون عزیزان، وقتی نشینندگان در ظلمت و دروغ آزاد بشن، وقتی کوبیدگان خم شدگان بلند کرده بشن، کیه که نتونه رقص و پای کوبی کنه؟ ولی امروز هم عزیزان، در عهد جدید هم، فقط ما با اعتماد و توکل به تدارک الهی و وعده های گرانبهای او میتونیم این خوشی روح القدس، شادی، سلامتی و صلح رو فراتر از هر طوفان زندگیمون در قلبمون تجربه کنیم. آمین. که ایمان داشته باشیم که او شبان نیکوی ماست. اگه امروز کسی در سایه وادی موت رد میشه، ایمان داشته باشه که خداست که او رو تسلی میده. او فراهم کننده ماست، او شوهر ماست. عزیزان، در هر وضعیتی که هستی، در هر کمبودی که زندگی میکنی، او وعده داده که شوهر ماست
ولی دلسوز ماست عزیزان، اون منشأ رزق و روزی ماست، اون نان‌آور خونی ماست، اون شفیع دلسوز ماست، اون رهاننده و نجات دهنده ماست، نه فقط در روز نجات ایمان آوردن، بلکه هر روز پی در پی اون دستاشو میگیره و از عمق‌های آب‌های بسیار که در ناامیدی و رنج هستی بیرون میکشه. آمین. سال یوبیل، سال آزادی، رهایی، استراحت، شادی در اتحاد با اوست که میتونی تجربه کنی. عزیزانم، تا اینجا من سعی کردم از این بعد میخوام خیلی حواستون رو جمع کنیم. سال یوبیل رو در اون هویت روحانی ما که چه جایگاه خاصی داره عزیزان، سال یوبیل رو از طریق اون هویت روحانی در عهد عتیق و در عهد جدید تشریح کنم. سال یوبیل که اتحاد ما با مسیح ارث ماست، که ما وقتی ندونیم چقدر آسون دستخوش امواجه که هر روز به سمت ما میاد میشیم. هرچند سال یوبیل عزیزان در هویت روحانی ما جای خیلی منحصر به فرد و انکار ناپذیر رو داره عزیزان، و نباید بیخبر و ناآگاه باشیم، ولی امروز میخوام از طریق هویت ملی خودمون عزیزان جاپای سال یوبیل رو در زندگی‌های خودمون و خصوصیت سال یوبیل رو و جای پای عمیقی که در زندگی هر ایرانی داره امروز با هم دیگه بشنویم. آمین. هویت یک انسان از چی سرچشمه میگیره عزیزان؟ از خانواده‌اش نیست؟ از اجتماع؟ از محیط زیست؟ هویت ملی یک انسان از چی نشأت میگیره؟ از ارزش‌ها و افتخارات تمدنش، تمدنی که خودش و نسلش و پیشینیانش در او زندگی میکردن. عزیزان، هویت ملی یک ایرانی در عرصه جهانی یکی از متمایزترین، ممتازترین و با ارزشترین هویتی که در دنیا وجود داره. باورت میشه؟ اگه با به پیشینه و ریشه خودمون، گذشتگان خودمون نگاه نکنیم عزیزان، خیلی از ارزش‌های زندگیمون رو از دست میدیم و یادمون میره چه هویت ملی با ارزشی داریم. در تاریخ جهان عزیزان هیچ رهبری بزرگتر از کوروش نبوده و نیست. امپراتوری عظیم کوروش روی اصولی مثل اصول پادشاهی خداوند و خصوصیت پادشاهی عیسی مسیح خداوند بنا شده بود. باورتون میشه؟ اولین کشور، اولین پادشاه دادگر که اساسنامه حقوق بشر رو ابداع کرد تنها کوروش کبیر بود. تنها کوروش بود که بردگی رو لغو کرد، آزادی رو اعلام کرد، عدالت رو سرلوحه حکمرانی خودش قرار داد. احترام به دشمن عزیزان در منش و رفتارهای کوروش جای خاصی داشت. وقتی به آمریکا نگاه میکنیم، وقتی به پدران آمریکا نگاه میکنیم، وقتی به اساسنامه حقوق بشر، تمام تعالیم و روشها و شیوه هایی که حکومتهای دموکراسی داره نگاه میکنیم، همه اونا تک تک واندار پادشاه ما کوروش کبیر بوده. تمامی قوانین صلح و سلامتی تأثیر گرفته از منشور آزادی کوروش کبیر، تأثیر گرفته بوده و تأثیر خواهد گرفت. وقتی تاریخ 2500 ساله تمدن پر ارزش و پر شکوه ایران رو نگاه میکنیم عزیزان، با اینکه میخوام خوب گوش کنیم، ایران امپراتوری بود که یک سر آن در مصر، یک سر آن در هند، یک ابرقدرت بی همتا بود.
ولی به خاطر عزیزان فروتنی خاصی که داشت کوروش کبیر در دست‌های خدا، روح برانگیخته شده بود تا مجری اراده و عدالت خدا نه فقط برای ایران و ایرانی باشه، بلکه برای قوم برگزیده خداوند یهود باشه. وقتی به اشعیا 45 نگاه میکنیم، حتی عزیزان پیش از این که حتی قبل از اینکه کوروش 150-200 سال قبل از اینکه کوروش به دنیا بیاد، خداوند اونجا به وسیله این نبی بزرگ، این بزرگترین نبی اشعیا، میگه خداوند به مسیح خود کوروش میگوید که دست راست او رو گرفته تا به حضور او امتها را مغلوب کند. هیچ در و دروازه‌ای به حضور کوروش اجازه نداره که بسته باشه. من یهوه خدا پیش روی کوروش خواهم خرامید و ناهمواری ها را هموار خواهم ساخت، درهای برنجی و پشتبند های آهنین رو خواهم شکست تا همه بدونن من یهوه هستم که کوروش رو بلند میکنم. من خزائن مخفی رو نشون خواهم داد، من گنج هایی که در تاریکیه به اون نشون خواهم داد تا دنیا بدونه من هستم که کوروش رو به اسم او خواندم. آمین. و تمام این نبوت ها در دوم تواریخ به زبان ارمیای نبی به کمال رسید که باب 36 آیه 22 از را باب 1 میتونیم بریم بخونیم. خداوند روح کوروش رو برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمان نافذ ایراد کنه که کوروش پادشاه فارس چنین میفرماید: یهوه خدای آسمان ها تمامی ممالک از هند تا حبشه رو به من داده، آمین، و امروز امر کرده. یهوه خدا، چون که خدایی نیست مثل یهوه، یهوه خدا به من امر فرموده که برای قوم عزیز او خانه ای در اورشلیم بنا کنم. عزیزان چی میخوام بگم؟ همین کلام ثبت شده داره فروتنی مسیحگونه کوروش رو به تصویر میکشه، جایی که خوب توجه کنید بالاترین قدرت، قدرت پادشاه ایرانی بود، فارس بود، بالاترین فرمان که هیچ فرمانی روی این فرمان نمیتونست قد علم کنه، فرمان پادشاه ایران بود. اما همه با هم بگیم اما. اون میگه یه حکمی بالای سر منه و آن حکم یهوه خدای آسمان و زمینه. این پادشاه ابد قدرت و فروتن که ما از ریشه او هستیم عزیزان، نه تنها عدالت، سر را در کرمنای یوبیل خودش دائما در زندگی و رفتار خودش به صدا در می آورد، بلکه عزیزان تمام کشورهای مختلف، از دینهای مختلف، از مذاهب مختلف، از فرهنگهای مختلف، زیر امپراتوری کوروش در صلح و عدالت چیکار میکردن؟ زندگی میکردن. جالبه بدونیم سالهای اخیر کسایی که تکنیک زبانشناسی داشتن رفتن ریشه نام کوروش رو تحقیق کردن که نام کوروش چه معنی میده. وقتی ریشه‌یابی کردن نام کوروش معنی قوچ داشت، خبر خوش. یکی دیگه از معانی اسم کوروش چوپان، شبان، روشنایی، پسر خورشید، پسر راستی، سرور، سالار، اینا معانی اسم کوروش بود. ایرانیای عزیز، به خصوص مردا، خیلی دلشون میخواست سر باشن، سالار باشن، سرور باشن، شازده باشن. عزیزان با قلدری نمیشه. به ریشه و هویت ملی خودت نگاه کن اگه ایرانی هستی، تا بفهمی سرور بودن و سالار بودن چه معنی داره.
تمامی اسامی و القاب کوروش در شخصیت و منش او جا داشت. عزیزان، انقدر صلح و سلامتی در خود کوروش بود به خاطر اون مستی که خدا روی او گذاشته بود. خدا بود که به او فیض داده بود. غرور برمون نداره، نه مغرب امداد میاد نه مشرق، بلکه خدایی که یکی رو بلند میکنه و یکی رو به زمین میزنه. و خدا قلب کوروش رو دید که مست روی مست به او میداد. عزیزان، انقدر صلح و سلامتی در وجود کوروش بود که وقتی که عزیزان سرزمین آشور و بابل رو فتح کرد، با قدرت بی نظیرش فتح کرد، تمام اسرایی که اونجا بودن که تمام پادشاه ها اونا رو به زنجیر رو اسیر میکردن، حکم صدور آزادی اونا رو محزن، گفت شما میتونین به کشور خودتون برین، آزادین که به اورشلیم برین. اما عزیزان، همه با هم بگین اما. اونا ترجیح دادن که به اورشلیم نرن، اما زیر حکم عادلانه پادشاه ایران در ایران زندگی کنن. بسیاری از یهودی ها که تخمین زدن 1,000,000، بیشتر از 1,200,000 تا بودن در مکانهای ایران مثل همدان، حکمتانه بود اون موقع، شوش، نزدیک کرمانشاه و اصفهان ساکن شدن. الان یکی از میراث‌های بزرگ فرهنگ ایران مقبره‌های مردخای و استر، مقبره حبقوق نبی، مقبره دانیال نبی در شوش، اینا هست در ایران. آرامگاه اونا ترجیح دادن اونجا زندگی کنن و اونجا به خداوند پیوستن. از زمانی که ایران و ایرانی با ایمان مسیحی مخالفت کرد، پای اجنبیان در ایران باز شد، ایران شروع به کوچیک و کوچیکتر شدن کرد. ولی خدا میگه پس میگیرم، من خاک ایران رو پس میگیرم، من نیروی جاودانی خودم رو، من خصوصیت پادشاهی مسیح خودم رو در ایران، ملکوت خودم رو پایدار و پابرجا میکنم. من تخت خودم اینجا خواهم گذاشت. آمین. بیاییم شکوهای خودمون رو به صدا درآوریم، بیاییم با کرنه‌های خودمون با ایمان و توکل به خدایی که میگه و انجام میده بدمیم. بیاییم سال یوبی، سال آزادی، عدالت در ایران رو با پرستش ها و دعاهای خودمون در ایمان و توکل اعلام کنیم. عزیز، صدای شیپور شبیه چه صداییه در این دنیا؟ چی فکر میکنی؟ یه اواخر خیلی چیزا تو اینترنت یادتونه صدای شیپور میامد. صدای شیپور شبیه چه صداییه در این دنیا؟ ها؟ بوغ؟ دیگه؟ دیگه؟ ها؟ ساکسیفون دیگه؟ فریاد. چی؟ فریاد. عزیزان، صدای شیپور این دفعه وقتی شنیدین صدای قرش شیره، شبیه صدای قرش شیره. ارمیا 25 آیه 30 میگه خدا از مکان قدس خودش قرش میکنه. قرش خدا چیه عزیزان؟ کلام خداست که الان شنیدین، و ما همه بچه شیرها هستیم. قرش بچه شیرها چیه؟ پرستش های اونه. آمین. دعاهای ما قرش های ماست. یکی از دلایلی که شیر قرش میکنه چیه عزیزان؟ وقتی میخوای به مقرش نزدیک بشی، وقتی میخوای قلم روش رو تخطی کنی، به مرز اون نزدیک بشی، نشسته در آرامش بلند میشه، قرش میکنه، میگه جرأت داری نزدیک بشو، جرأت داری با یه قرش خودش به مرز من نزدیک بشو، جرأت داری به شوهر من نزدیک بشو، جرأت داری به زن من، به خونه من، به مال من، به بچه من نزدیک بشو، جرأت داری به ملک من، به کشور من ایران نزدیک بشو. آمین. هللویا. سال یوبی
عزیزان 2000 ساله که شروع شده و ما روزی در سلطنت 1000 ساله عیسی مسیح به طور کامل این ایوین جاودانی روح القدس رو تجربه میکنیم. ولی خدا تا امروز میخواد چیزهایی که دشمن دزدیده به دست بیاریم. آمین. پس بگیریم خاکمونو از اسارت دشمن با برش های شیرگونمون. شاید تا امسال خیلی چیزا را دست دادی، دشمن قلمیه تو رو تصاحب کرده، احساس تو رو، شوهر تو رو، رابطه تو رو، سلامتی تو رو، مملکت تو رو. بیا امروز مثل شیر سفت یهودا قرش کن. دعای موسی برای یهودا این بود: ای خداوند، آواز یهودا رو بشنو. ما سمت روحانی ریشه یهودا هستیم. وقتی قرش میکنی، آواز میکنی، در کرمنای خودت خدا دستاشو تکون میده. آمین. و توجه خاص در این لحظه عزیزان، در عهد عتیق به طور منظم هر 50 سال یک بار کرمنای یوبیل به صدا در میامد. هر 50 سال یک بار. هیچ وقت خارج از زمین نبود، زمان نبود، هیچ وقت زودتر یا دیرتر نبود. اما همه بگین اما. اما یک بار خارج از زمان تعیین شد و این شیطان نواخته شد. در یوشع باب 6 بود که وقتی میخواست دیوارهای اریها ریخته بشه، گفت هر کرمنای یوبیل رو بنوازید. قوم خدا با آواز بلند، با قرش‌های شیرگونه خودشون کرمناها رو بنوازن تا دیوارهای اریها که دشمن حصار بسته بود دوره منافع و مصالح ملی یهود فرو بریزه. آمین. بیاییم امروز شیپورهای خود رو برای ریختن دیوارهای عریها با قربانهای پرستش و شکرگزاری که در اون توکل ایمانه که میدمیم. آمین. بیشتر صدا نیست، اون توکل ایمانه که قرش ها رو آسمون بلند میکنه و دست خدا رو به حرکت در میاره. بیاییم شیپورهای خودمون رو بنوازیم تا تمنده ترس، بدبینی، بیمانی در کلیسا اول، بیتفاوتی، سردی، ناامنی هایی که هست ریخته بشه این دیوارها. آمین. بیاییم پایان اسارت ایران رو اعلام کنیم. بیاییم بنوازیم و قرش کنیم که ایران زمین باید دوباره به سمت برکت، شادی، عدالت حرکت کنه. نه فقط به سمت پادشاهی کوروش، بلکه به سمت اون روح کوروش که روح مسیح خداوند عیسی‌ست. بیان دوباره اعلام کنیم که ما باید تمام خصوصیت ملکوت و پادشاهی عیسی رو در یوبیل ببینیم. بیان دیوارهای لعنت رو با قرش‌های خودمون فرو بریزیم. عزیزان، بیشتر این لعنتی که ایران رو در بر گرفته 4 دهه، این لعنت پنجه شیطانی و خونبارش رو به صورت هر مادر و کودکی کشیده. حکم جنایتکارانه اعدامه که دل هر زن و مادر و بچه رو به ریش رو برده. اعدام عزیزان یه قانون ضد خدا و ضد مسیحه و ایران رو به طرف تاریکی، به طرف فحشا، به طرف روح خودکشی، گرسنگی حرکت میده. سرزمین پاک ایران عزیزان به ناله ها و زجه های خون حابیل های زنونه آغشته شده، به خون حابیل های زمانه رنگین شده. هر لحظه این خون ها فریادش به آسمون بلنده. این فریاد ها و این ناله ها عزیزان باعث میشه ایران و ایرانی آواره و پریشان حال بشه، ترسان و لرزان بشه. بیاییم امروز با پرستش های خودمون دیوارهای خشم و نفرت و ناله رو با قرش های پرستش ها و شکرگزاری خودمون به زیر بیاریم. بیاییم
با قرش های خودمون، با پرستش های خودمون، حصار های فقر، اختناع، اجحاف، شکنجه های روحی و فکری که در جوان های ما داره روز به روز بیداد میکنه، ترس، ناامنی، روح مرد خودکشی که داره بیداد میکنه فرو بریزیم. بیایم این روز اعلام کنیم که این روزها روزهای ایلیاست که باید عدالت احیا بشه. اگرچه سختی و جفا و شمشیر و خونریزیه، به خصوص در این تظاهرات اخیر، ما میتونیم با پرستش، با بربط و با شادی معمای ایران رو بگشاییم و راه خداوند رو مهیا کنیم که خداوند با پای ملایکش خودش به ایران حرکت کنه. آمین. عزیزان، این روزها روزهای حزقیاله که خداوند میخواد با دم هستی بخش روح القدس بدمه بر مرده های روحانی، تا همه با هم، حتی در کلیسا مرده های روحانی وجود داره، مثل یک لشکر متحد، مثل یک تن برای کار خدا بایستیم. آمین. اعلام کنیم در کرانه‌های ایمان خودمون که این روزها روزهای داووده که باید دوباره پرستش احیا بشه، پرستشی در روح راستی. آمین. چرا؟ چون خدایی نیست مثل یهوه. آمین. خدایی نیست مثل یهوه. خدایی نیست مثل یهوه. آمین. از گروه پرستش خواهش میکنم که آماده باشه، و همینطور که آماده میشه چشمامونو میبندیم. میخوام اول در دعا بپرهیم و صدای قرش ما با آسمان برده بشه. آمین. با هم نیستیم. اگه میخوایم در این دعا با من یک دل باشیم. ای خدای عالی، ای خدای لشکرها، ای خدایی که الان با فرشته های محافظت و لشکرهای آسمانت چشمات به این خانه ایه که داره دعا در نام یهوه به حضور تو بالا میره. خدایی که به ایران فکر میکنی، خدایی که داری درد میکشی به اون شکوه و عظمتی که از ایران دزدیده شده، خدایی که داری درد میکشی چطور اجنبیان توی ایران دارن جلوم میدن، خدایی که داری درد میکشی به جای اون فر و شکوه شاهانه گرسنگی توی ایران اومده، لغو حقوق بشر اومده، پدرها و مادرهای نالان به جای جشن و سرور و پایکوبی دارن ناله میکنن و زجه میزنن. خدایا، یه موقع قد دلمون پر درده که خودم در این لحظه نمیتونم قرش کنم. گلوهای ما گاهی برای ایران ما، برای مادران درد کشیده ما پر درده، ولی ایمان دارم که تو حتی اون نجواها، اون چیزهای، اون آهایی که در قلب ماست که قابل بیان نیست، کلمات قاصرتو میبینی. خداوند، خودت با دستای مرمت کننده خودت بلند کنی، ایران و ایرانی رو بلند کنی، نه در غرور، بلکه در اون روح کوروش، در اون فروتنی، در اون عدالت، در اون آزادگی. خدایا، برای دولت مردان ایران دعا میکنیم. خدایا، قلب پادشاهان و امیران مثل نهرهای آب دست توست. خدا، من این درد ها و فشار هایی که روی ایران اومده باعث شده مشت های خودشون رو به طرف این دولت مندان دراز کنن. ای خدا، قلب سخت و سنگی اونا رو لمس کن که به جای اینکه با مشت های آهنین جواب مشت های اونا رو بدن، اونا رو در آغوش بگیرن، به فریاد ایرانی برسن که طبیعی ترین حقوقشون رو در دنیا میخوان. خدایا، رحمی به سران مملکت بده که به جای مشت با رحم و ترحم به این ملت نگاه کنن. خدایا، در این روزها اعتراضاتی که میشه خداوند
خداوند افرادی که دوباره و دوباره در مخفیگاه خون بیگناهشون ریخته میشه، ناله ها دوباره به عرش تو بلند کرده میشه، این ناله ها رو بشنو. مسیح خداوند دعا کردیم و کلیسا بدن مسیح خداوند بگه